براتون جالب باشه که بدونین پیشنهاد جمهوری آذربایجان بود که باعث شد روز نوروز در تقویم مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیره. برای آشنایی با نوروز در جمهوری آذربایجان به اونجا سفر میکنیم. روز نوروز به پیشنهاد جمهوری آذربایجان در تقویم مجمع عمومی سازمان ملل جای گرفت. در متن مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه های ایرانی شمرده شده که بیش از 3000 سال سابقه دارد. بیش از 300 میلیون نفر در ایران، افغانستان، تاجیکستان، جمهوری آذربایجان و سایر کشورهای آسیای میانه و قفقاز در منطقه بالکان، حوزه دریای سیاه و خاورمیانه آغاز فصل بهار را جشن می‌گیرند. دکتر احمد امید یزدانی، مؤلف فرهنگ جامع آلمانی آذربایجانی، درباره تاریخ برگزاری نوروز میان آذربایجانی‌ها می‌گوید: نوروز یا بهار بایرامی در معنای جشن بهار از زمان‌های قدیم و به روایتی از زمان زرتشت در آذربایجان جشن گرفته می‌شود. نوروز یکی از زیباترین جشن‌های ملی آذربایجان است. 19 مارچ به عنوان عید رسمی و ملی در جمهوری آذربایجان نامگذاری شده است و مراسم بسیاری به همین مناسبت در شهر باکو و دیگر شهرهای آذربایجان برگزار می‌شود. در این مراسم بچه‌ها با پوشیدن لباس‌های محلی و نو به رقص سنتی می‌پردازند. مردان بیشتر لباس‌های رسمی قدیمی می‌پوشند و دخترها در شمایل بهارگزی یا دختر بهار آمدن بهار را نوید می‌دهند. در این روز قهرمان افسانه‌ای ترکان آذربایجان دده قرقوت به کنار مردم می‌آید و برای همه سال خوبی آرزو می‌کند. از دیگر رسم‌های مردم آذربایجان، حضور دو شخصیت افسانه‌ای دیگر آذربایجان به نام‌های کچل و کوسا است که با هم دست می‌دهند و به یکدیگر تخم مرغ می‌زنند. آنها با این رسم قدیمی میان جمع بذر شادی می‌پراکنند. رسم دیگر مردم آذربایجان طبق کباب مخصوص آذربایجان روی آتش و در فضای باز است. شیرینی و چای نیز در بین مسافران و مردم پخش می شود. چای آذربایجان که روی زغال دم می شود طعمی منحصر به فرد دارد. شکربورا شیرینی سنتی کشور آذربایجان برای نوروز است. این شیرینی چیزی شبیه قطاب است که با شکر، گردو و بادام در خمیر پیچیده می شود. در این کشور جشن‌های نوروز از یک ماه مانده به نوروز آغاز می شود و چهارشنبه اسفند ماه به سوچرشنبسی یا چهارشنبه آب، اودچرشنبسی یا چهارشنبه آتش، توپراقچرشنبسی یا چهارشنبه خاک و آخرچرشنبسی یا یلچرشنبسی به معنی چهارشنبه آخر یا چهارشنبه باد نامیده می شوند. در چهارشنبه آخر سال جشن پریدن از روی آتش نیز صورت می گیرد که مانند چهارشنبه سوری ایرانیان است. یکی از سنت‌های این روز سنت فالی ایستادن است. دختران جوان در دل نیت می کنند و فالی می گیرند. در شب چهارشنبه سوری به صورت مخفیانه پشت درهای نیمه باز به انتظار می ایستند. اگر در این فالگوش ایستادن ها سخنان نیکو و خوشایند بشنوند، نشانه آن است که آرزویشان برآورده می شود. اگر حرف نامناسب بشنوند، نشانه آن است که نیتشان برآورده نمی شود. این رسم موجب می شود مردم برای اینکه آرزوهای دختران جوان برآورده شود و نتیجه فالگوش ها مثبت باشد، از گفتن حرف های ناخوشایند و نامناسب اجتناب کنند. خانه تکانی، خرید لباس‌های نو پیش از نوروز و برپایی سفره هفت سین از سنت‌های مردم آذربایجان است. در این روز بنابر یک سنت قدیمی، آتشکده باکو به میدان شهر سوراخانی آورده می‌شود. مدیر موزه آتشکده باکو در این باره می‌گوید: آتش نوروز باید در یک مکان مقدس روشن شود و می‌توان همین اصل را
در روشن کردن مشعل بازی‌های المپیک مشاهده کرد. مشعل از یونان به سراسر دنیا سفر می‌کند. ما هم برای آغاز جشن نوروز این آتش را از آتشکده می‌آوریم که در گذشته آتشکده زرتشتیان بوده است. در زمان سیطره کمونیسم شوروی بر جمهوری آذربایجان برگزاری مراسم نوروز ممنوع بود. برای اولین بار در سال 1967 میلادی شیخ علی قربانوف نویسنده آذربایجانی تلاش کرد مراسم نوروز را به صورت شفاف برگزار کند. اما دولت شوروی او را تحت تعقیب قرار داد و این کار صورت نگرفت. علی‌رغم این ممنوعیت‌ها نوروز همچنان در ذهن و ضمیر مردم باقی ماند. مردم در آن زمان نام‌های نوروز و بایرام را بر فرزندان خود می‌گذاشتند که نشانه علاقه پنهانی آنها به آیین باستانی بود. نوروز بایرام نیست، می‌بایرام.